به نام یاد خدای مهربان، بارز سلام به شما خوبان، امیدوارم صحتمند باشین، سالم باشین. شما رو خوش آمدید میگم در برنامه خودتان. دوستان عزیز، امروز میخوایم در رابطه با رابطه کیمیاوی صحبت کنیم. یادتان باشد در قسمتی از رابطه کیمیاوی شما با چند تا نکته یاد داشته باشین، چند تا نکته یاد بگیرین. ببین، اولین بحث رو که امروز میخوایم عبارت از رابطه هستن، اما رابطه چی هستن؟ رابطه کیمیاوی. ببین، در بحث رابطه کیمیاوی شما سه تا نکته رو الزاماً یاد داشته باشین. سه تا نکته. یک از نکات چی هستن؟ یکیش رابطه کیمیاوی رو تعریف کنیم. یک. دو، رابطه کیمیاوی رو کاشفش رو بیان بسازیم که کی کشف کرد، کاشف ازی. و شماره سوم، انواعی از رابطه کیمیاوی رو یاد داشته باشیم. ببین، سه تا نکته. اول تعریف رابطه کیمیاوی، دوم کاشف رابطه کیمیاوی، سوم انواعشون. قسمت اول یا اولین موضوعش رابطه کیمیاوی تعریفش است. ببینیم که رابطه کیمیاوی چگونه تعریف می داشته باشد. خیلی کوتاه دوستان عزیز. سکن رابطه کیمیاوی چی میگیم؟ میگیم رابطه است، رابطه کیمیاوی رابطه است که بین اتم های مختلف در یک مولکول به وجود میاد، یا میگیم قوه جاذبه بین اتم ها در یک مولکول میشه رابطه کیمیاوی. پس من همین تعریف را می نویسم که قوه جاذبه، دقت کنین، قوه جاذبه بین اتم ها. یادتان باشه دوستا، اینا سایکون میگیم قوه جاذبه بین چی؟ بین اتم ها. اینا بین اتم ها در یک مولکول، اینا میره به نام رابطه یاد میکنیم. سعی کنید به نام رابطه کیمیاوی میشه قوه جاذبه بین اتم ها در یک مولکول میباشد. بعد کاشف رابطه کیمیاوی، اولین بار رابطه کیمیاوی رو کسی به نامی هستن لیویس کشف کرد. دوستان خوبه متوجه باشین، اینا رابطه کیمیاوی را اولین بار کسی به نام لیویس کشف کرد. یادتون باشد به صورت کلی ما رابطه کیمیاوی رو به چهار نوع داریم. ببینید رابطه کیمیاوی چند نوع؟ چهار نوع. شماره یک، اینم داریم شماره دو، اینم داریم شماره سه، و اینم داریم شماره چند؟ شماره چهار. یکیشان که اصلا اول قسمتش عبارت از رابطه است که به نام رابطه آیونی یاد میکنیم. ای قسمت اولشان. یکی دیگهشان هم هست عبارت از رابطه اشتراکی میباشد. ببینید خیلی ساده میگیم رابطه اشتراکی، و یکی دیگه از اینا را بیان میسازیم عبارت از رابطه اشتراکی. ولی چی نوع رابطه اشتراکی؟ اینش بسیار مهم هستن. رابطه اشتراکی یک طرفه برش میگیم، این رابطه اشتراکی یک طرفه، و یکی دیگه شم عبارت از رابطه فلزی میباشد. این پس ما به صورت کلی رابطه ها را کلا چهار نوع داریم. ببین، یکی شد رابطه آیونی شد، یکی شد رابطه اشتراکی شد، یکی شد رابطه اشتراکی یک طرف است، و یکی هم رابطه فلزی می باشد. در این قسمت اولین نکته ای که ما میخواییم بررسی کنیم عبارت از رابطه کیمیاوی است. کاشفش کسیست به نام لیویس یاد میشود. ما میخواییم رسم ساختار لیویس را یاد داشته باشیم. ببینید قسمت میگیم رسم، اما رسمی چی هستن؟ رسم ساختار. رسم ساختار لیویس، متوجه باشین دوستان خوبم که به صورت کلی رسم ساختار لیویس به دو طریقه می باشد. این هستن. پس ما گفتیم رسم ساختار لیویس به صورت کلی چند طریقه است؟ دو طریقه. یکیش به نام روش یاد می کنم، این هستن. یکیش که هستن به نام روش خطی یاد می شه، و یکی دیگهش هم عبارت از روش سیستماتیک برش می گیم. این قسمت پس می گم که روش، ولی روش کدام هستن؟ روش سیستماتیک می باشد. متوجه باشین، این به صورت کلی ما دو روش داریم برای رسم ساختار لویس، که یکیش به نام روش خطی یاد می شه، که دیگهش هم به نام روش سیستماتیک برش می گیم. این قسمت می گیم که روش سیستماتیک می باشد. پس یادتان باشد یک بار خیلی کوتاه دوباره سر مرور می کنیم تا شما بهتر، زیباتر، جذابتر یاد بگیرین. رابطه کیمیاوی گفتیم قوه جاذبه بین اتم ها در یک مولکول می باشد. بعد کاشفش صحبت کردیم، کاشفش کسی است به نام لیویس یاد میشه. بعد روی انواع از رابطه ها صحبت کردیم، به صورت کلی چهار نوع می باشد، که یکیشان هم شماره یک عبارت از رابطه آیونی است، شماره دو عبارت از رابطه اشتراکی است، و شماره سه عبارت از رابطه اشتراکی یک طرف است، شماره چهارم هم عبارت از رابطه فلزی می باشد. در همینجا صحبت کردیم رسم ساختار لیویس، متوجه باشین. ببین رسم ساختار لیویس، رسم ساختار لیویس به دو طریقه است، که یکیش به نام روش خطی یاد میشه. ببین روش خطی، و یکی دیگه هم عبارت از روش سیستماتیک میباشد، که بیشتر روش سیستماتیک را به نام روش آیپک نزیاد میکند. مشکل نداره دوستان، شما اگر نخواستین روش سیستماتیک نام بگیرین، میتونین به نام روش آیپک نزیاد کنین. روش آیپک همون روش سیستماتیک میباشد، که قسمت اول یا بخش
بخش اول ما بررسی میکنیم و چالش ها در رابطه با روش خطی رو بررسی میکنیم، کدام موضوعات میداشته باشد، کدام موضوعات نمیداشته باشد. یادتون باشد دانش آموزان عزیز، اگر شما نتوانید روش خطی رو یاد بگیرین مفصلا یا مشخصا، روی روش سیستماتیک یا آیپک دچار مشکل خواهید شد و از همه مهمتر دوستان روی ساختار مولکول ها دچار مشکل میشن. پس خواهش میکنم حتما کتابچه قلم پیشتان باشد و همین نکته که در بحث روش خطی به شما اشاره میکنیم یا یادتان میتیم یا کار میکنیم حتما یادداشت کنید و سوالا رو پیش خودتان کارنامه این دوستان عزیز. پس ما میریم قسمت اول در رابطه با روش خطی صحبت میکنیم. همچنان یادتان باشد که مثال از بالا یا مثال فوق را نوز نگفتیم که انشاءالله در روش خطی بر شما توضیح خواهیم داد. دوستان عزیز، حالا میریم در رابطه با روش خطی ساختار لوی صحبت میکنیم. اول روش خطی رو صحبت میکنیم، بعد باز به ادامهش میریم روی روش قسمت دومش که بارت از روش آیوپک است مفصل با شما توضیح خواهیم داد. خیلی خوب دوستان، پس اول میرم روش خطی را بحث میکنیم ببینیم که چقدر نکات زیبا میداشته باشد همین روش خطی. پس من در قسمت روش خطی اول روش رو میگم، بعد باز نکاتش رو براتون جداگانه توضیح میتونم. پس قسمت اول ببین روش خطی را یا اینا براتون توضیح میتونم. دوستان خوبم، یادتون باشد در روش خطی چند تا نکته را باید یاد داشته باشه. نکته اول، حداقل دو نکته. نکته شماره یک، هر اتم در هر گروهی که قرار دارد همان مقدار دارای الکترون های ولانسی می باشد. یعنی چی؟ ببین ساده ترش برتون بگم، عامیانه بگم. سعی کنید عناصر گروه اول در کدام گروه است؟ در گروه اول است. پس الکترون های ولانسی یا الکترون های مدار آخرش چند تا است؟ یک تا. عناصر گروه سوم در کدام گروه است؟ در گروه سوم است. حاوی چند تا الکترون در مدار آخر می باشد؟ سه تا. پس حتما شما این سیستم یاد گرفتین. عناصر گروه پنجم دقیقاً در کدام گروه است؟ مسلم است، در گروه پنجم. پس الکترون های ولانسیش باید چند باشد؟ پنج است. عناصر گروه هشتم چند در کدام گروه است؟ گروه هشتم. ببین الکترون های ولانسیش هم چند است؟ هشت. این نکته شماره یک. شماره دو، یادتان باشد الکترون ها را در چهار طرفش ابتدا به صورت طاقه عوض می سازی. بعدش دوستان خوبم اگر اضافه شد جوره میسازیش. مثلا عناصر گروه چهارم الکترون های ولانسی چند تاست؟ چهار تا. پس یک دو سه چهار وزن میسازیم. حالا ببین در گروه پنجم اومدیم چند تاست؟ پنج تا. اول دانه دانه اینا رو وزن میسازیم، بعدش باز جوره میسازیم. اما نحوه جوره ساختن اینها را بعد از یک وقفه کوتاه به شما توضیح خواهیم داد. دوباره خوش اومدین دوستان عزیز. همونطور براتون توضیح دادیم در قسمت روش خطی نکات اساسی رو براتون توضیح دادیم. حالا ما این مثال کار میکنیم. ببینید مثلا دوستان عزیز، ما داریم عناصر گروه چندم گروه اول، عناصر گروه دوم یک نمایندهش رو میگیریم. مثلا عین میگیریم، کدام را؟ بریلیم را میگیریم. بعد از بریلیم عنصر بعدیش برون میگیریم. بعد از برون عنصر بعدی کربن میگیریم. بعد از کربن عنصر بعدی ببین نایتروژن میگیریم. بعدش چی رو میگیریم؟ اکسیژن میگیریم. بعد از اکسیژن یک عنصر دیگر هم در نظر میگیریم که عنصر فلورین باشد. ببخشید یکم اکثرایی بی سایز شد، معذرت میخوایم. ببین قسمت اول هیدروژن گرفته، به ادامه از این میگیریم بریلیم رو میگیریم. بعد از بریلیم عنصر بعدی را باز برون میگیریم. بعد از برون عنصر بعدیش کربن میگیریم. بعد از کربن عنصر بعدی نایتروژن میگیریم. بعدش هم اکسیژن میگیریم. بعدش هم عنصر فلورین میگیریم. خیلی خوب دوستان عزیز، ببینید قسمت اول از اول شروع کنیم. دقیقاً هیدروژن، ببین قسمت گروه اول اینا، گروه دوم این، قسمت هم گروه سوم اینی، هم گروه چندم چهارم اینم، گروه پنجم و اینم گروه ششم، اینم گروه هفتم. گروه هشتم رو نساختیم، اینو وزن ساختیم که خارج جداگانه براتون توضیح میتونم. انو هیدروژن در گروه چندم اول، پس یک تا الکترون داره. بسیار ساده است، کافی است که شما تعقیب کننده برنامه خودتان باشین. سعی کن گروه دوم بریلیم، پس یک تا، اینی چند تا؟ دو تا. تمام، به می سادگی. گروه چندم ایم سوم، ببین اول طاقه بگذارا دانه ای، یک دو سه. خیلی خوب، گروه چندم و چهارم ببین چهار تا، یک دو ای سه، اینه چند؟ چهار. حالا چندم پنجم، سعی کن گروه پنجم دیگه نیای وز بسازی، ببین جوره نساز، اول طاقه، سعی کن یک، اینی چند؟ دو، اینی سه، اینی چهار. ببین یک تا اضافه شد، چرا؟ چون در گروه پنجمیم. سعی کن اینه یک دانه رو مست ساختیم، پنج. حالا گروه چندمی ششم، ببین اول یک دانه وزی بساز، یک، اینه یک قسمت رو میگذاریم شماره دو، اینم شماره سه، اینم شماره چهار. خیلی خوب، گروه چندم ششم، پس باید شش تا داشته باشد فعلا. سعی کن اینی چهار شد، اینی پنج، اینی چند؟ شش تا.
خیلی خوب. گروه چندمیم هفتم. ببین اول چند تا؟ یک تا، بعد دو تا، اینی سه تا، این چهار تا. حدس بزنین چند تای دیگه ضرورت داریم؟ بله میشتم. دقیقاً همونی که شما گفتین، چهار تا شد. اینی پنجمی، این چندمی، ششمی، اینم چندمی، هفتمی، هفت تا. حالا دوستان خوبم ببین قسمت دیگه ایش رسمی، مثلا وزن میسازیم عنصر نیون. نیون در گروه چندم است؟ هشتم می باشد. این گروه هشتم چند تا داره؟ سعی کن حساب کن. یک، این دو، این سه، این چهار. خیلی خوب دوستا. پنج، این شش، این هفت، این چند؟ هشت تا. متوجه باشین من یک جمله را زیبا تکرار می کنم یک بار، ولی دفعه دوم باید خودت یاد بگیرید. یادتان باشد هر اتم به تعداد الکترون های تاق خود رابطه می سازد. تکرار میکنم، هر اتم به تعداد الکترون های تاق رابطه میسازد. مثلا هیدروژن ببین چند الکترون داره؟ یک تا. پس اینمی هیدروژن یک تا رابطه میسازد. حالا بیا ببین این قسمت یک دو. استاد میبخشید این دو هست، دو جفت است. نه دوستان عزیز، من گفتم به تعداد الکترون های تاق. یعنی چی؟ یعنی که جداگانه این تاق حساب میشه، اینم تاق حساب میشه، یعنی جداگانه است. پس چند الکترون تاق داریم؟ دو تا. پس این دو تا رابطه میسازد. ببین اینه دو تا رابطه میسازد. دقیقاً سوال کنکور همینه. یکی از سوال فرم ها آمده میگه که گروه دوم چند تا رابطه میسازد؟ سکون، دو تا رابطه میسازد. و تو اگر میخوای اصلیت گپ رو بدانی بدان چرا دو تا رابطه میسازد؟ چون دو تا الکترونی تاق داره. خب حتما اینو خودت میفهمی. چند تا رابطه میسازد؟ سه تا رابطه میسازد. ببین یک، اینی چند؟ دو، و اینم چند؟ سه. حالا اینو سعی کن چند تا رابطه میسازد؟ حتما میفهمی، خودت میفهمی. دوست دارم ولی تو بلندتر باید بگی ها. چند تا رابطه میسازد؟ چهار تا. یک، اینه دو، اینی سه، اینی چند؟ چهار. چقدر زیبا، خیلی راحت. حالا اینو ببین سعی کن. یک، دو، سه، چهار، پنج. استاد گروه پنجم یعنی نایتروژن پنج تا رابطه میسازد؟ نه دوستان عزیز، ببین این قسمت جفت است. اینو این دیگه جفت است. ما گفتیم به تعداد الکترون های تاق رابطه میسازد. پس به حساب کن سعی کن. اینه یک رابطه، دو رابطه چند؟ سه رابطه. خیلی خوب، خیلی زیبا. حالا اینو ببین دوستان عزیز، سعی کن. شش تا الکترون است ولی تاقش کار داریم. اینجا تاق است یا جفت؟ این جفت است. این چی؟ این هم جفت می باشد ولی تاقش کار داریم. سعی کن اینا یک، یعنی چند؟ این هم دو. خیلی خوب، پس گروه ششم چند رابطه ساخت؟ دو رابطه ساخت. یک، دو. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا الکترون تاق داشت. اینا دوست داریم شما بگین دوستان عزیز. ببین تاق است یا جفت؟ جفت. تاق است یا جفت؟ جفت. تاق یا جفت؟ جفت. پس چند تا الکترون تاق داره؟ پس یک تا داره. چند تا رابطه میسازد؟ یک تا رابطه میسازد. متوجه باشین دوستان، گروه هفتم چند رابطه؟ یک رابطه. حالا برگردیم آخرین قسمتش دوستان عزیز. یادتون باشد آیا ما کدام به تعداد الکترون تاق رابطه میسازد؟ آیا ما کدام الکترون تاق داریم؟ نه خیر. سعی کن جفت است. یک جفت، دو، سه، اینی چند؟ چهار. پس ما الکترون تاق نداریم. وقتی که الکترون تاق نداشتیم حتما بدانید که رابطه هم نمیسازد. خیلی خوب دوستان عزیز، یادتان باشد زمانی که رابطه نساخت پس ولانس هم نمیداشته باشد. پس میتونیم بگیم دوستان خوبم یادتان باشد گروه هشتم ولانس ندارد. چرا ولانس نمی داشته باشد؟ به خاطر که الکترون رابطه نساختن. خیلی خوب دوستان خوبم، یادتون باشد ما یک بار خیلی کوتاه دوباره سر برتون مرور میکنیم. امیدوارم زیبایت داشته باشین، زیبایت بگیرین. عناصر گروه اول چون یک تا الکترون تاق داشت یک رابطه ساخت. عناصر گروه دوم چون دو تا الکترون تاق داشت دو رابطه ساخت. عناصر گروه سوم چون سه تا الکترون تاق داشت سه رابطه ساخت. گروه چهارم چهار تا. به همین منوال پیش میریم. گروه چهارم اشاره کردیم. گروه پنجم چون سه تا الکترون تاق داشت سه رابطه ساخت. گروه ششم چون دو تا الکترون تاق داشت دو رابطه ساخت. و گروه هفتم چون یک تا الکترون تاق داشت یک رابطه ساخت. اما گروه هشتم رابطه نساخت. چرا رابطه نساخت؟ به خاطر از این رابطه نساخت چون الکترون تاق نداشت. دوستان عزیز امیدوارم یاد گرفته باشن. خیلی خوب است که همین قسمت یک بار ولانس را هم بدانیم دوستان. ببینید دوستان خوبم، من قسمت یک بار خیلی کوتاه ولانس را هم برتون تشریح میکنم. دو تا بحث را از ولانس دو تا گپ را تشریح میکنم. زیاد نظر رو نیست. یکیش تعریفی از ولانس هست، تعریف. یکی دیگهش هم علامه میباشد. یادتان باشد دوستان خوبم که ولانس علامه ندارد. اینه ببینید قسمت ولانس علامه ندارد، ولی گپ دیگرم در قسمت تعریفش یاد داشته باشین. خیلی خوب هستن. پس تعریف ولانسی هستن. ولانس تعداد رابطه است که اگر تو میسازد. سعی کنید تعداد رابطه است. فقط یک جمله کوتاه بگین ولانس چیست. تعداد رابطه است. اینه ببینید دوستان عزیز، سعی کن. ولانس تعداد رابطه است. همین. حالا بیا ببین عناصر هیدروژن چند رابطه ساخت؟ یک. پس ولانسش یک است. ببین
بریلیم چند رابطه ساخت؟ دو. ولانسش دوست. سکون برون چند رابطه ساخت؟ سه. پس ولانسش چند است؟ سه. این قسمت کربن چند رابطه ساخته؟ چهار. پس ولانسش چهار است. نیتروژن چند ساخته؟ ببین سه رابطه ساخت، پس ولانس سه است. اکسیژن دو رابطه ساخته، پس ولانسش دوست. فلور چند تا ساخته؟ یک تا، پس ولانسش هم چند میباشد؟ یک میباشد. پس ببین یک بار خیلی کوتاه دوباره مرور میکنیم، ولانس علامه ندارد. ببین وقتی ما میگیم علامه ندارد منظور ما چیست؟ علامه مثبت منفی است. یعنی ولانس حاوی علامه مثبت منفی نمیده باشد. تعریفش هم که اشاره کردیم تعداد رابطه است که اگه توم ساخته میتواند. دوستان عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم در رابطه با روش آیپک ساختار لوی صحبت میکنیم. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز. در قسمت روش خطی سیستم آیپک صحبت ببخشید، در قسمت روش خطی صحبت کردیم که عبارت از روش خطی بود و روش خطی مربوط به ساختار لویس بود. حالا می‌خوایم در رابطه با روش آیپک صحبت کنیم. یادتون باشد که حتما موضوعی که براتون اشاره کردم در قسمت ولانس یا تعداد رابطه‌ای که تو می‌ساخت، اینا را اگر یاد نداشته باشین در قسمت ساختار بر روش آیپک دوچار مشکل خواهی شد. ولی ما تلاش می‌کنیم برنامه را طوری پیش ببریم یا درس را طوری ارائه کنیم که هیچ مشکلی برای شما دانش آموزان و هیچ مشکلی برای شما کنکوریان نیاید ان شاء الله و رحمان. اگر شما برنامه خودتان یعنی برنامه آموزشی سبق را دنبال کنید، تعقیب کنید، مطمئن باشین که هیچ مشکلی در قسمت مضامین ساینسی نخواهی داشت. دوستان عزیز قسمت بعد یا شماره دوی از اینا در رابطه با روش آیپک صحبت میکنیم. پس من قسمت روش آیپک را مفصل به شما خوبان و به شما عزیزان درس خواهیم داد. ببین روش آیپک یک فرمول داره. ابتدا باید فرمول یاد بگیرین. پس اگر میخواین فرمول را یاد بگیرین باید این گونه کار انجام بدین. دوستان عزیز سعی کنید من اول فرمول براتون میگم. پس آر مساوی میشود با چی؟ مساوی میشود ای منفی بی تقسیم دو. ببین این فرمول یاد بگیرین، این فرمول را همواره تاکید میکنم که فرمول هایی که با شما ارائه میکنم این فرمول ها علمی نیست. یعنی شما در هیچ کتابی نمیتونید این فرمول ها را پیدا کنید. این فرمول ها فرمول های خودسازی است. یعنی چی؟ یعنی کار کردیم ما از طریق برنامه سبق با شما عزیزان تلاش میکنیم کوتاه ترین راه را برای رسیدن به جواب پیدا کنیم که من جمله کس همین فرمول ها میباشد. ولی هیچ سوالی نداریم که جواب نته به این طریقه. پس حتما این فرمول ها رو یاد بگیرید. ببین بر روش آیپک یک فرمول داریم، آر مساوی میشه با ای منفی بی تقسیم چند تقسیم دو میداشته باشیم. متوجه باشین دوستان عزیز آر چیه؟ آر عبارت از تعداد می باشد، ولی تعدادی چی هستن؟ تعدادی رابطه هست. دو تا بحثی دیگه هم داریم، یکیشان میماند ای میماند و قسم دیگهشان بی هستن. ببین دوستان عزیز ای چیه؟ ای عبارت از تعداد الکترون های اوکتیت می باشد. اینه تعداد الکترون ها، ولی کدام الکترون ها؟ الکترون های اوکتیت هست. خیلی خوب، اینه تعداد الکترون های ولانسی می باشد. دوستان عزیز هرچند من در قسمت الکترون های ولانسی صحبت کردیم اما الکترون های اوکتیت رو بیشتر صحبت نکردیم که حالا زمانش است یا نوبتش است که صحبت کنیم. پیش از پیش دوباره براتون توضیح میدم. ببینید روش آیپک یعنی روش شماره چند هستن؟ روش شماره دو می باشد. این قسمت روش شماره دوست. بر روش شماره دو آر مساوی با تعداد رابطه می باشد. مساوی با چی مساوی هستن؟ آر منفی ببین ای منفی بی تقسیم چند دو. آر تعداد رابطه داریم و ام الکترون های اوکتیت می داشته باشیم، بی ام الکترون های ولانسی می باشد. خیلی خوب، اول دوست داریم بدانیم که الکترون های اوکتیت چیست. یادتون باشد دوستان خوبم اوکتیت یعنی هشتایی. هشتایی یعنی چی؟ یعنی تمام عناصر جدول با هشتا اوکتیت میشه. تکرار میکنم تمام عناصر جدول با چند اوکتیت میشه؟ با 8 اوکتیت میشه به استثنای هیدروژن. خیلی خوب دوستان، پس من قسمت سکون الکترون های اوکتیت می نویسم. اول بیم ضروری است که اینا یاد داشته باشیم. اینه الکترون های چی می نویسم؟ اوکتیت. اوکتیت به معنای چی هم چند تایی می باشد؟ 8 تایی می باشد. دقت کنید اوکتیت به معنای چند تایی است؟ 8 تایی هستند. ما دو تا بحث داریم در قسمت 8 تایی بودنش یا اوکتیت بودنش. یکی همه عناصر داریم این قسمت می نویسیم همه عناصر و یکم صرف می داشته باشیم چی داریم؟ هیدروژن داریم. یادتون باشد دوستان هیدروژن با دو الکترون اوکتیت میشه.
سیکون قسمت میگم هیدروژن با چند با دو الکترون. این بسیار مهم هستن ها، این بسیار مهم میباشه دوستان عزیز. سیکون میگم هیدروژن با دو الکترون، سیکون قسمت با دو الکترون اوکتیت میگردد. اگر اینو یاد نداشته باشین دوچار مشکل خواهی شد، پس به خاطر بسپاریم. ببین در قسمت هشتایی دو تا بحث داریم، هیدروژن با دو تا اوکتیت میشه ولی همه عناصر دیگه با چند تا؟ با هشت تا الکترون اوکتیت میگردد. اینا با هشت الکترون اوکتیت میگردد، استثنایی در کار نیست، استثنایی در کار نیست، فقط یادتان باشد. در قسمت الکترون های اوکتیت یا هشتای هیدروژن با دو الکترون اوکتیت میگردد، همه متباقی عناصر با چند تا؟ با هشت الکترون اوکتیت میگردد. خیلی خوب دوستان، الکترون های ولانسی رو صحبت کردیم. الکترون های ولانسی چیست؟ تعداد رابطه است که اتم ساخته میتواند. این نکته را هم برتون توضیح دادیم. یک نکته دیگر همین قسمت برتون تذکر بتم. ببین قسمت شماره چند هستن؟ قسمت شماره دو، انتخاب اتم مرکزی. اینا پس این قسمت هم میگم انتخاب اتم، ولی کدام اتم؟ اتم مرکزی. این بسیار مهم هستن دوستان عزیز. فقط یک جمله کوتاه، یک جمله کوتاه برتون توضیح میتونم ولی دو بخش میداشته باشد. همین جمله دو بخش دارد. در قسمت انتخاب اتم مرکزی، سکون اگر داشته باشیم هیدروژن باشد و متباقی، هیچ وقت هیدروژن عنصر مرکزی نمیشه. اینا پس ایرا هیچ وقت اتم مرکزی نگیرین، یادتان باشد. هیدروژن اتم مرکزی نمیشه، پس کدام اتم مرکزی میشه؟ اتمی که کمترین تعداد داشته باشد. سعی کن پس این قسمت مینویسم، اتمی که کمترین، ببین کمترین چی؟ کمترین تعداد را داشته باشد، اونمو اتم مرکزی میتونه باشد، یادتان باشد دوستان. در قسمت اتم مرکزی هیچ وقت هیدروژن اتم مرکزی نمیشه. کدام اتم مرکزی؟ اتمی که کمترین تعداد داشته باشد، که حالا میخوایم با مثال های زیبا با شما خوبان این موضوع را شرح بدهیم. پس من یک بار خیلی کوتاه براتون تکرار میکنم، روش شماره دو عبارت از روش آی پک است. روش آی پک یک فرمول داره، آر مساویس با ای منفی بی تقسیم دو. آر چیز تعداد رابطه این باشد، ای چیز الکترون های اوکتید است، بیم الکترون های ولانسی است. الکترون های ولانسی را صحبت کردیم، الکترون های ولانسی عبارت از الکترون هایی است که در قشر آخر یا مدار آخر بود، و ای هم عبارت از الکترون های اوکتید است که همه عناصر با 8 اوکتید میشد، به استثنای هیدروژن که با 2 اوکتید میشد، متباقی با 8 اوکتید میشد. قسمت بعدش اینا رو توضیح دادیم، باز اومدیم الکترون های اوکتید تشریح کردیم، و یک قسمت دیگر در قسمت انتخاب اتم مرکزی اشاره کردیم، هیچ وقت هیدروژن اتم مرکزی نمیشه و اتم های بعدیش یعنی کدام اتم مرکزی که کمترین تعداد داشته باشد. حالا میم در بحث مثال ها براتون کار میکنیم دوستان عزیز که چگونه میتوانیم مثال ها را فرمول ساختمانیشان را به روش آیوپک یا به روش خطی برای شما خوبان و با شما کنکوریان و با شما شاگردان عزیز توضیح بدیم. یک نکته هست، همین ساختار لویس یکی از موضوعات سخت است که نسبتا در صنوف مکاتب کمتر توجه میشه، ولی ما تلاش میکنیم که همین نکته را بسیار زیاد درس بدیم. دوستان عزیز در قسمت مثال این هستن فرزند. دوستان عزیز ببینید من قسمت یک مثال مینویسم، مثلا اینی هستن نایتریک اسید. ببین قبل از اینکه مثال کار کنم، ببین انتخاب اتم مرکزی کنیم دوستان. سعی کنید ما سه تا اتم داریم این قسمت، یک مولکول سه اتم است، هیدروژن، نایتروژن، اکسیژن. من یک نکته گفتم، هیچ وقت هیدروژن اتم مرکزی نمیشه. چلیپا رد، سعی کن هیدروژن رد شد. چرا گفتیم که هیدروژن اتم مرکزی نمیشه؟ حالا بین نایتروژن و اکسیژن باید یک اتم مرکزی انتخاب کنیم. دوستان عزیز نایتروژن چند تا؟ یک تا. اکسیژن چند تا؟ سه تا. پس اتم مرکزی کدام است؟ نایتروژن. اتم مرکزی نایتروژن شد. مثال بعدیش سکن دوستان عزیز ببین، مثلا اگر داشته باشیم H2SO چند باشد؟ O4 باشد. همواره شما میخوایم دوستان کدامش اتم مرکزی است؟ این خیلی مهم است دوستان. اگر نتوانیم اتم های مرکزی رو انتخاب کنیم یا تشخیص بدیم، شدیداً دچار مشکل خواهی شد. ببین این قسمت، اینم یک مولکول سه نوع اتمی داشته باشیم، کاوی چی؟ هیدروژن، سلفر، اکسیژن. هیدروژن اتم مرکزی نمیشه، پس بین سلفر و اکسیژن، سکون اکسیژن چند اتم است؟ 4 تا. سلفر چند تا؟ 1 تا. گفتیم کمترینش، پس کمترینش کدام است؟ سلفر. اینم اتم مرکزی نمیشه، پس سلفر اتم مرکزی باشد. اما اینکه چگونه اینا در فرمول وجود میاد، انشالله در جلسات بعدی به شما خوبان توضیح خواهیم داد. تا دیداری دیگر، بدرود.